بازم سلام، بازم درود با عشق فراوان به همه شما همیانان عزیزم، عشقی که هیچ موقع نمیره و هرگز نخواهد مرد. ما ها فرزندان ایرانیم، فرزندان شاهنشاه آریامهریم و به خاطر همینم هرگز نخواهیم مرد. اینو به اونایی که دین پرستن و جمهوری خواهن و توده‌ای هستن و فلان هستن همینو بگیم. من یه ایرانیم و متعلق ایرانم و به ایرانم فکر میکنم، نه مثل شما لگنا و وطنم رو بفروشم و بخوام پول سازی کنم. شرافت با اسمشی که شما راحت طلب بار نیایید. شرافت آخرین سنگر بشریته. شرافت نباشه انسانیت نیست، انسانیت هم نباشه جامعه ای در کار نیست. پس مواظب شرافتتون باشید. شما نگاه کنید، بابت این سه جزیره چه برنامه ها ریزه. حالا اومده بگن نه ما نیستیم، ما قبول ندارم. نمیدونم چه پولایی گرفتن، قبلش هم امضا دادم. اگر روسیه یا همچه دولتی از بیاد قلابی حرف بزنه. خامنه ای همه جوره از روسیه دفاع کرد، حتی از جنگ جنایتکارانه پوتین حمایت و در آن شرکت کرد. در مقابل ببینید روسیه چه کرد. انجدی که روسیه به ایران زده است، لاوروف آمده گفته است که ایران و امارات مسائل جزایر رو به صورت مسالمت‌آمیز انجام بدن و از طریق ICJ یعنی دادگاه بین المللی دادگستری لاهه، یعنی قشنگ راه جلو پای امارات گذاشته. الان این سطح اندک از موضع‌گیری های مقامات جمهوری اسلامی کجاست؟ اما حتی یکی از مقامات حکومتی به طور روشن و واضح از این موضوع انتقاد نکردند. علت این است که نظام هیچ محبوبیتی بین مردم ندارد و مجبور است به اربابانش در خارج چشم بدوزد و هر خاری و خفتی را تحمل کند. آیا این نشانه آشکاری از رسیدن نظام به لبه سرنگونی نیست؟ زندگی ایجاد میکنه. در مقابلی که میبینم ملتم در فرق و بیچارگیه و سینهش رو سپر کرده و داره با حکومت نظامی که الان جمهوری اسلامی به وجود آورده به عنوان ارشاد مردم رو کنترل کنه، ولی مردم اصلا قبول ندارن این حرفا رو. شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام. یادتون باشه حکومت نظامی در زمان شاهنشاه شروع شد. اینا هم اینفورمی در حکومت نظامی میکنن کنترل کنن و بدونه، ولی خب اون یه سیاست دیگه بود، اینا یه سیاست دیگه که دارن به خاطر بقای خودشون بتونن دزدی کنن و برن و تا اونجا که بتونن مملکت رو قطع قطع کنن. الان درون خودشون همین قالیباف در افتاده با گروه خامنه‌ای ها، مشتبه ها. قالیباف خودش جارو میزد برای خامنه‌ای. الان میبینه چقدر اشتباه ملتش شد. امروز ما هممون گرفتار یه قوه چارمیم که او قوه چارم از سه قوه دیگه که ما هستیم قوی ترن، محکم تره. او دیوان سالاری که در کشور وجود داره اسب سرکشیست که بر سه قوه دیگه داره مدیریت میکنه، چه بخوایم چه نخوایم.
با کجا میتونی بر اون مهار بزنی؟ قالیباف تلاش میکند اسم آن هیولای قوه چهارم را دستگاه بوروکراسی آخوندی بگذارد، اما همگان میدانند که آن قوه جراری که مافوق سه قوه قرار دارد همان خامنه ای و بیت فاسدش است. پاسدار قالیباف خودش یک چوب زن خامنه ای در کف خیابان بوده، یعنی چماقدار. حالا کار به جایی رسیده که خامنه ای و بیتش را اسب سرکش مینامد. آیا جنگ باندی درون حاکمیت نشان از پوسیدگی آن نیست؟ الان وجدان ها به وجود اومده، وجدان هاشون ناراحتن، برای همینم به تکابو افتادن که چه اشتباهاتی کردن و قدرت دادن به خامنه ای که وطن فروشه و جزء حزب توده است و به قول خودش قوه چهارم که همین رو کنترل میکنه خود خامنه ایه و پسرش، افراد سپاهی و بسیجی و عرض کنم وزارت ارشادی ها، من فکر نکنم اینا ایرانی باشن و احساس انسانیت ندارن. من دیگه سر نوشتم و به دست فردا نمیدم، لحظه به لحظه دلم و به آرزو ها نمیدم، میخوام غبار تنم و پاک کنم پاک کنم، خاطره های خاکیم و خاک کنم خاک کنم، رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم ماهی بشم. من از همه تو خواهش میکنم توجه کنید، زمان گذشته آقای مانوک خدا بیامرز خدا بخشیان حرفای قشنگی زد و الان داریم ثمرش میبینیم، و الان آقای امیر طاهری داره حرفای درست رو میزنه. مردم ایشون رو فالو کنین و حرفای ایشون رو گوش کنین، ببینیم مرد چقدر واقعیت ها رو داره میگه. بیاین این 14 مرداد آینده رو جشن بگیریم، یه برنامه مخصوص بذاریم برای 14 مرداد، روز مشروطیت که روز ملی ایران بوده، روزی بوده که تمام ایرانی ها از نمیدونم قبیله و عشیره، از شمال و جنوب، دیندار و بیدین، یعنی تنها اتفاقی است که در تاریخ 250 سال اخیر ایران رخ داده که تمام ملت ایران توش بوده. این جشن گرفتن لازم داره. من یه ایرونی هم و عشق به مردم و وطنم چیز دیگه آرزو ندارم و چی هم نمیخوام و صابه همه چی هستم، دلم میخواد مردم آگاه باشن. ملک خدا بخشیان رو گوش کنین، امیر آقای امیر طاهری رو گوش کنین. وقتی شعار رضا شاه روح شاد به صدا در اومد و شاهزاده رو صدا کردن، همه به خودشون لرزیدن. بنابراین هنوز این رژیم، همینجور که روز اول با هم نشستیم من گفتم، وحشت از برگ پهلویزمه. حالا اگر خوب بازی نکردم به خودشون مربوطه، اوکی؟ ولی هنوز وحشت این رژیم بجز پهلویزم و نسل شیک پاسارگادی و سیندرلاها از هیچ نیروی نظامی نمیترسه. برای در تاریخ ایران هم پادشاه ایران هیچ وقت در صفحه اول نبوده، همیشه به عنوان یک صندوق پسنداز برای ملت یا برای ارتشش بوده. برای روز مبادا وظیفه ایرانیان حفظ پادشاه بوده. در حال حاضر رضا شاه دوم این نقش رو داره خوب بازی میکنه، بسیار کارهای مفیدی برای آزادی ایران داره انجام میده، برای آینده ایران، بازسازی اقتصاد ایران، بازسازی مناسبات بین المللی ایران، که اینا همه تبلیغاتی نمیشه. یعنی میدونی اینجوری نیست که هر شب یکی بیاد توی من و تو یا هر تلویزیون دیگه بگه فلان کاری کرد، میشون دائم مشغول کار است. همین آقای امیر طاهری یادم میاد در فرانسه که بودیم، داروش گفت من میام پاسپورت گرفتم، اونم گرین کارت گرفتم میام. همین امیر آقای امیر طاهری توسط کیومرث برادرش سناریوی نوشت که فیلم بسازیم، عمر شریف و روبرت حسین و همه اینا توش بودن. مرحله رسید واقعا خرج مخارج زیادی کردیم، داروش قرار شد که بیاد و ما هم تو این مدت قرار گذاشته بودیم که مثلا اگر میخواد دو سه ماه فیلم برداری طول بکشه، ایشون هم 7-8 تا کنسرت تو اروپا داشته باشه و
خودش به گفته خودش تا حالا اروپا نیامده بود و کنسرتای با کامبیز ما بذاریم. خیلی استقبال کرده بود، بالکل هم نبود و ما این کارا رو کردیم. فیلمنامه سناریو نوشته شد توسط امیر آقای امیر طاهر، فرستادیم داروش قبول کرد. آقا ما شروع کردیم دونه دونه قراردادا رو بستن و پول دادن. غیر از فیلمنامه 8 شهر اروپا رو با قرارداد سالونا رو بستیم. اومدیم یک دفعه بود داروش زنگ زد، من اشتباه کردم محمود، من گرین کارت مال من نبوده، مال وجی بوده، من نمیتونم بیام. شما نگاه کنین آدم به کجا میره و میلیون ها فرانک عبر میره و ما اون پروژه رو به سمر نتونستیم برسونیم که هم فیلم باشه و هم کنسرت های بزرگ، هم کامبیز هم داریش باشه. بله اینا اتفاقه. من خودم شخصا داریش دوست دارم، صداش دوست دارم و همیشه در ارتباط هم بهش احترام میذارم به خاطر که سمبل تمام هنرمندا هم یکی داریشه، یکی گوگوشه، یکی ابیه، یکی شهرام سولتیه و و و و بعض وقتا جز دیدن این خسارت ها قلب آدم به رنجه چیزی نبود و الان هم میبینم کسی که میتونه جاگزین گوگوش بشه و آهنگای گوگوش رو به نفع حسن بخونه، بهتر از ابی که آهنگای گوگوش رو خوند و رو اومد، الان خانم سحره و خانم سحر واقعا با اون صداش، با اون تیپش و شیکیش رو صحنه ولوله میکنه و من به خانم سحر تبریک میگم. انشاءالله که بتونیم از خانم سحر در کارهای هنریمون ازش استفاده کنیم و شخصیت و هنر ایشون رو به جامعه بیشتر معرفی کنیم. خدا عاشق موزیکم. بعضی ناراحت هم میگم ما تو این درد سر، تو این مکافات، تو این مشکلات موزیک چیه؟ همون موزیکی که به شما نیرو میده، همین حرفای موزیک، شعرها، آهنگا انرژی میده که بتونین مقاومت کنین، بتونین در مقابل این دشقیما بیستین و مملکتتون رو به دست بگیرین. گفتم موزیک حرف اول در میزنه و زده و تالا همین انقلاب روی موزیک بوده و ما به وجود آوردیم و الان افتخار ما اینه که این موزیک تونسته با گروه انترتینمنت تونسته که این کارا رو بکنه و الان مردم هوشیار شدن، از اون نافهمی اومدن بیرون، اخف خان اومدن بیرون و آزادیشون رو میخوان و دیگه اجازه نخواهیم داد ثروت ایران بیاد هالیوود بشه هالیوود، چین بشه چین، مسکو بشه مسکو، ملت ما در فرق بشه. از تمام ایرانی ها میخوام توجه کنید که من چی میگم. زنده باد پرچم شیر خورشید ما، جاوید باد شاهزاده رضای ما، پادشاه دوم، زنده باد زن، زندگی آزادی، جاوید باد. خواننده ها و هنرمندان ایرانی که تونستن با تمام وجودشون به اینجا قدرت دمایی کنن و مردم هوشیار کنن، جاوید با دم همشون گرد. خداوند پشت پناهشون.